بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه نصر تیوی. با سلسله بحث‌های خودمون در مورد صهیونیسم در خدمتون هستیم. اگر خاطرتون باشه و برنامه قبلی رو دیده باشید، درباره حضور پیامبر در عهدین صحبت کردیم و ببینیم آیا واقعا نام پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل وجود دارد یا این یک ادعایی است که مسلمانان خودشون انجام دادن. در جلسه قبل در مورد به دنیا آمدن اسماعیل صحبت کردیم که تا 13 سالگیش یک آزمونی خدا میگیره و بعد از اون آزمون حضرت ابراهیم انتخاب میشه و به قول تورات نام هب اسم او اضافه میشه و در 100 سالگی فرزند دیگرش اسحاق به دنیا میاد. خب دلیل چهارم رو این هفته میخوام در خدمت شما باشم و عرض بکنم، این که مورد چهارم اینه: بنابر عقاید و سنن کهن عبرانی اصل بودن بر نخست زادگی است. عرض کردیم یهودیان شدیداً دنبال اینن، چون مادر حضرت اسماعیل در واقع کنیز بود، یعنی حضرت هاجر، میگن که با یک نگاه نجات پرستانه میگن او نمیتونه فرزند واقعی حضرت ابراهیم باشه و این نگاه اونقدر غلیظ شد در یهودیت که الان یهودیان نسب رو از مادر میدونند نه از پدر، متاسفانه. یعنی فردی یهودی محسوب میشه که مادرش یهودی باشه. در واقع این بحثی بوده بر مبنای این که چه کسی فرزند واقعی حضرت ابراهیم میتونه باشه و اون وعده الهی رو که خدا وعده داده رو برای خودش در چنگال بگیره و در چنگال قدرت خودش نگه داره. خب اسماعیل و اسحاق هر دو از پدر یکی هستن، از مادر تفاوت میکنن. پس اگر تأکید بشه بر پدر مسئله رو خراب میکنه، اینجا با تأکید بشه بر مادر. همین سنت غلط در یهودیت جا افتاد و تا اینکه همین امروز هم یهودیان نسل و نسب رو از سمت مادر میدونن. ما گزاره‌های پیدا کردیم در تورات که اشاره میکنه نخیر، باز هم نخست زاده بودن حتی اگر از زن مکروه و غیر باب دل باشه اون اصله. مثال های براتون بخونم: باب 21 آیات 15 تا 17: و اگر مردی را دو زن باشد، یکی محبوبه و یکی مکروهه، و محبوبه و مکروهه هر دو برایش بزایند، پسران بزایند، دو تا زن داشته باشه، یکیشو بیشتر دوست داشته باشه، زن اصلیش باشه، یکیو کمتر، مثلا کنیزش باشه، مثلا این حضرت سارا و هاجر، و هر دو پسر براش به دنیا بیارن، دقیقاً عین اسماعیل. پس در روزی که اموال خود را به پسران خیش تقسیم نماید، میگه وقتی میخواد ارث از خودش باقی بگذاره، نمیتواند پسر محبوبه را بر پسر مکروهه که نخست زاده است حق نخست زادگی دهد. با اینکه پسر زن محبوبش فرزند کوچکتره، نمیتونه حق نخست زادگی رو به او بده، باید پسر اون زن مکروه نخست زاده باشه، چون در واقع او فرزند اوله. بلکه حصه مضاعف از جمعی اموال خود را به پسر مکروهه داده، او از نخست زاده خیش اقرار نماید، زیرا که او ابتدا قوت اوست و حق نخست زادگی از آن او می باشد. در واقع توی همچین بحثی کاملا مشخص میشه که حضرت اسماعیل، حتی اگر ما بپذیریم بحث کنیز بودن و محبوب و مکروه بودن همسران حضرت ابراهیم رو، چون نخست زاده است حق بیشتری داره. این مبنای توراته. نمیشه که یک تیکه از این کتاب قبول بکنیم یک تیکه از کتاب قبول نکنیم، که برای کسی که به این کتاب معتقده. من روی سخنم با یهودیانه و با مسیحیان که تورات رو قبول دارند، چون حضرت عیسی گفته من تورات رو قبول دارم و مسیحیان باید قبول بکنن. میدونیم یک مسیحی مؤمن باید تورات رو قبول داشته باشه. خب باب 16 رو میخوام برای شما بخونم. باب 16 یک مقدار طولانیه و بحث جالبیه. و سارا زوجه ابرام برای وی فرزندی نیاورد. میریم به گذشته، یه فلشبک میزنیم، میریم به قدیمتر، ماجرا رو داره نقل میکنه. و او را کنیزی مصری هاجر نام بود. پس سارا به ابرام گفت اینک خداوند مرا از زایدن باز داشت، پس به کنیز من درای، شاید از او بنا شوم. و ابرام سخن سارا را قبول کرد. دقت بفرمایید، اینجا سارا و ابرام هیچ کدوم ه ندارند و
و چون 10 سال از اقامت آبرام در زمین کنعان سپری شد، سارا زوجه آبرام کنیز خود هاجر مصری را برداشته او را به شوهر خود آبرام به زنی داد. پس به هاجر در آمد و او حامله شد و چون که دید حامله است، خاتونش به نظر وی حقیر شد و سارا به آبرام گفت ظلم من بر تو باد، من کنیز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دید در نظر او حقیر شدم، خداوند در میان من و تو داوری کند. سارا ناراحت شد، حسادت زنانگیش گل کرد و برگشت به حضرت ابراهیم گفتش که من خودم این کارو برای تو انجام دادم، حالا اون زن داره محبوب میشه، این چه اتفاقیه، این چه کاری افتاده؟ ناراحت شد. آبرام به سارا گفت اینک کنیز تو به دست توست، آنچه پسند نظر تو باشد با وی بکن. پس چون سارای با وی بنای سختی نهاد، او از نزد وی بگریخت و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه که به راه شوره است، یافت. رفت برست بادم توی سرزمین بی آب و علفی که در راه چشمه شوره و گفت ای هاجر کنیز سارا، از کجا آمدی و به کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارا گریختم. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. میگه حالا این ادعای توراته، میگه فرشته گفت باید برگردی پیش خاتون خودت و خانوم خودت باشه، تو کنیز اونی. و فرشته خدا با این نکته کار دارن، با این آیه، و فرشته خداوند به وی گفت ذریه تو را بسیار افزون گردانم. به کی داره میگه؟ به هاجر. اسحاق ذریه هاجر نیست، اسحاق گفت ذریه تو را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و فرشته خداوند وی را گفت اینک حامله هستی و پسر خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. ایل در زبان عبرانی یعنی خدا. در واقع اسماعیل از دو بخش تشکیل شده اسمش، اسمع ایل، اسمع یا اشمع در زبان عربی و عبری که ریشه سوری آرامی داره به معنای شنیدنه، ایل هم به معنای نام خداست. اسمع ایل یعنی خدا صدای او را شنفت. این آیه همین را اشاره میکنه و او را اسماعیل نام خواهی نهاد زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. تو این آیه رسمن خدا تو را داره میگه به حضرت هاجر وعده داد که فرزندی به او خواهد داد به نام اسماعیل و او را بعد اسماعیل اسم بگذاره و اینکه از او اولاد بسیار کثیر. جالب لفظی که تورات استفاده میکنه اینه، به حدی که از کثرت به شماره نیاین، بگه از شمارش دیگه خارج بشن، اینقدر زیاد. خب این مد نظره. خب این وعده به کی داده شده؟ به اسماعیل و از طریق فرزندان اسماعیل. امروز نگاه میکنید این اتفاق افتاده، تعداد یهودی کل دنیا 15 میلیون هم نیستن، نهایتا 30 میلیون ما بگیریم، اما تعداد مسلمان 1.5 میلیارد فعلا مسلمان داریم و میدونید که دینی است که بیشترین گرایش به اون وجود داره. ما تا 20 سال آینده دین اول اروپا اسلام خواهد بود، تا 10 سال آینده مناسب اصلی در دست مسلمانان خواهد بود، چون اصلا یه دینی که میپذیره واقع گرایانه است، به وقت شما رو به صلح فرا میخونه، به وقتش میگه از حق دفاع کن، یعنی اجازه نمیده کسی بزنه تو گوش شما و به شما نمیگه که رو تو بچرخون این طرف صورتت هم بزنن، میگه یه کسی زد تو گوشت معادلش میتونه بزنه تو گوش او، اما خدا دوست دارد اون دست از بندگانش رو که میبخشند، اما حق شماست، میتونی از حقت استفاده بکنی، میتونی هم استفاده نکنی، هرچند که خدا میگه دوست دارم اون بنده هام که میبخشن، اگر ببخشی بهتره، اما اگر نبخشیدی ایرادی نداره. باب 17 ماجرا یه خورده جالب تره، ما باب 16 بودیم یه باب میریم جلوتر. و چون ابراهیم 99 ساله بود، خداوند بر آبرام ظاهر شده گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردان. بسیار بسیار. الان اسماعیل به دنیا آمده، 13 ساله شده، چون تو 86 سالگی به دنیا آمده، اما اسحاق هنوز به دنیا نیامده. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده، اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود بلکه آبراهام خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار خواهی بود. این نکته اشاره عجیبی داره به اینکه بعد از به دنیا آمدن اسماعیل و اون اتفاقی تو 13 سالگی اسماعیل افتاده باعث شده که خداوند متعال او رو پدر امتهای زیاد قرار بده. تو جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم، اما یک نکته بسیار بسیار جالب وجود داره که من میخوام اون رو
برای شما عرض بکنم. آیه 22 باب 17، فکر میکنم من توی جلسات قبلی این رو به اشتباه توی یکی از اشاراتی که داشتم باب 16 اعلام کردم. این 22 باب 17 دقت بفرمایید، خودتون رجوع بفرمایید، کتاب پیدایش باب 22 آیه 17 به بعد. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، یعنی برکت رو به اسماعیل دادم، بارور گردانم و او را بسیار زیاد کنم و 12 پرنس یا پادشاه و امام از او پدید آیند و امتی عظیم از این به وجود آوردم. پس یک درخواستی حضرت ابراهیم داشته، ویژه اون رو در مورد اسماعیل برآورده کرد، میگه در خصوص اسماعیل. دو، برکتش دادم. برکت دادن مسیر پیامبری است. ما میدونیم که یهودیان معتقدند اسحاق یعقوب رو برکت داد و عیسی رو برکت نداد و عیسی پیغمبر نشد، در حالی که حق با این بود، حضرت اسحاق عقیدش بر این بود که باید عیسی رو پیغمبر کنه، اما چون چشماش نمیدید یعقوب و عیسی رو نتونست از هم تشخیص بده و یعقوب رو پیامبر اعلام کرد. بارورش میکنم، یعنی این شجره بارور میوه خواهد داد و او را بسیار کثیر میگردانم، زیادش میکنم، 12 امام از اون به وجود میارم. و 12 امام دقت بفرمایید، یعنی رئیس، پیشوای دینی، و امتی عظیم از او به وجود میارم. نکته بسیار جالبی که اینجا وجود داره و بهتره بگیم شیطنت یهودیانه اینه که ما امروز بحث میکنیم که این 12 امام کیان که از نسل اسماعیلن. خب خیلی از مفسرین تورات گفتن این مراد همون 12 تا پسر اسماعیلن، چون میگن اسماعیل 12 تا فرزند داشته خودش و یک دختر بنا که این دخترش رو میده به عیسو، فرزند آبوده دختر عموی خودشو گرفته، تک دختر حضرت اسماعیل رو. اما یک نکته که اینجا وجود داره و ناپیدا مونده اینه که شما برید تورات رو به زبان عبری بخونید، یعنی به همون زبانی که نوشته شده، نه به زبان انگلیسی، چون اون شیطنت رو شما متوجه خواهید شد. من به سایت بابلیوس میرم، در اونجا آیه مد نظرم رو میزنم، آیه باب 27 و خدمت شما عرض بکنم آیه 22 رو، و نتیجه بسیار تکان دهنده است. میبینیم که در اینجا شما میبینید ما اشاره شده در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، شما میبینید که ردیف اول تلفظه، ردیف دوم زبان عبریه و ردیف سوم معنیشه. یک نکته که وجود داره اینه، میگه تو را زیادت میکنم، تو را کثیرت میکنم، برکتت میدم، تا اینجاش کاری نداریم، تا اینجا نسبتا درست ترجمه شده. اما اینجاست بلا فاصله میگه 12 رئیس از وی پدید آیند، که این درست نیست. اگر شما دقت بکنید میبینید کلمه عبری نوشته شده که این عبری فقط معادلش رو بسیار زیاد معنی کرده، دو بار این رو بسیار زیاد معنی کرده، در حالی که این کلمه تلفظش رو نوشته به میعد میعد اسنا عشر، به معد معد 12 امام پدید آورم. کلمه معد معد رو به هیچ وجه اینها ترجمه نکردن، بلکه معد معد رو تکه تکه کردن و بسیار زیاد بسیار زیاد ترجمه کردن، به معد معد و 12 امام پدید آورم. یعنی وعده میده از نسل اسماعیل یک معد معدی خواهد آمد و به واسطه او 12 امام خواهند بود و اینها همان نسل کثیری هستند که آمده. شما رسما میبینید این چیزی که امروز در تورات وجود داره، امروز یهودیان باید جواب بدن این معد معد چیست که اینا حذفش کردن و اشاره نکردن در تورات کنونی، در توراتی که خب خیلی از زبانشناسان اعتقاد دارن تحریف هم شده اما هنوز مونده. این خیلی عجیبه، نوع دیگه از تحریف رو استفاده کردن. خیلی از مردم مسیحی تورات رو به زبان انگلیسی میخونن، غافل از اینکه این تورات اصلا به زبان انگلیسی نبوده. خب مشخصه انگلیسی که از یونانی ترجمه شده و یونانی که خودش از عبری ترجمه شده، خب یا انگلیسی که مستقیم از عبری ترجمه شده. اون شیطنتی که میخواستن بکنن کردن. معد معد این وسط کیست؟ این نامی که بسیار بسیار شبیه به تلفظ محمد در زبان اسلامی است، این رو ندیدن. خب نکته جالبی دیگه که وجود داره در جامعه یهود یا نامرولوژی یهود، علم اعداد یهود، میدونیم کلماتی که ابجد برابر با هم دیگه پیدا میکنن بسیار بسیار مقدس میشن و یا میگیم هم معنی ان.
جالب بدونید به معد ابجدش میشه 92 و محمد هم میشه 92 ابجدش از لحاظ نمرولوژی، و این حتی بر مبنای علم جامعه یهود هم اثبات میکنه که این فرد شخص خاصی است که خدا به اون وعده داده بوده است. خب نکته دیگه، حالا اگر اجازه بدید فکر میکنم این نکته رو بگذاریم برای جلسه بعد، فکر میکنم اونجا مفیدتر باشه تا مفصلتر به این بحث بپردازیم. فعلا این خاطر شریفتون بمونه، اسماعیل فرزندی بهش داده شده، از اون فرزندان، از اون نسل که میگه نسل بعد از نسل. نکته دیگه که میگه اینا 12 برادر نباید باشن چون همشون یه نسل میشن، میگه نسل بعد از نسل در تورات میگه خواهند آمد و معد معد و 12 امام پدید خواهند آمد. خوبه بدونید این عین عقیده شیعیان است که یک شاخه‌ای در اسلام است که بعد از حضرت محمد به 12 امام اعتقاد دارن، و این بسیار بسیار عجیب و در نوع خودش جالب و تکان دهنده است. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.